شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. میخواستم تشکر کنم از زمانی که برای ما میذارین و مسائل ما رو در مورد صحبت میکنین و حل میکنین. من یک نوه 2 ساله دارم که این پدر و مادر از هم دیگه جدا شدن و الان اولا نوه پسری یا دختری شماست؟ نوه دخترم که خود پسر هستش. اون وقت چه مدتیست پدر و مادر جدا شدن؟ الان تقریبا 1 سال از هم دیگه تقریبا بله از ژانویه پیش جدا شدن و اینا الان برنامه‌ای که دارن اینه که 1 هفته در میون 3 روز پلوی پدره، 3 شب پلوی پدره و هفته بعد 3 شب پلوی مادره. وسط هفتم که خب وقت کودک دیره و بازمونم برنامهشو گذاشتن. آخه مسئله شب مهمه، شب کجا میخوابه؟ 3 شب پلوی پدر میخوابه، 3 شب پلوی مادر. خب اونا که اشتباهه عزیز، بچه بله. که ملک و اموال نیست که نصف میکنیم. بچه نصب کنیم، بچه قراره بله. یه خونه ای داشته باشه که خونش باشه و این معمولا تو این سن و سال خانه مادر که اونجا باشه. حالا پدر اگر بخواد علاوه بر شنبه بچه رو ببینه یا 3 شنبه و 5 شنبه ببینه یا فقط 4 شنبه که وسط هفته است و این قاعده بهتری است. یعنی بچه بهتر خانه ای و زندگی داشته باشه، نه اینکه اینجا خونه پدرم اونجا خونه مادرمه منم بی خانمانم. دقیقا درست میگین، ولی اونطور که بعدا با وکیل صحبت میکردن و اینا وکیل گفته بود که به دادگاه هم بدین به هر حال 50-50 به پدر میدن. نه صبر کنید عزیزم، شما میتونید 100% رو به یکی بدید اگر هر دو طرف توافق کنن. اگر اختلاف وجود داره دادگاه 50-50 بله. اگر اختلاف نه خب نه صبر کنید. شما یه جوری میگید انگار دادگاه اینو مصادره نخه. روزی که شما اومدید یک برگشتید گفتید ما توافق کردیم 90% پهلوی این 10% پهلوی دادگاه میگه عالی، چون نمیخوان اصلا مسئله ده. اما اگر گفتید اختلاف داریم دارن، ولی تازه همین جوری هم 50-50 نمیکنن، احتمال بیشترش هست. برای که به نظر میرسه این ساده ترینه و دادگاه هم خوان پرونده ها رو ببندن و برن، ولی صلاح بچه ها هست حتما نه. و بعدم اگر یکی اصرار کنه که طرف دیگر تواناییشو نداره، امکاناتشو نداره، یه ارزیابی از هر دو محیط خونه چه کسی میخواد از بچه مراقبت کنه انجام میشه و اون وقت است که دادگاه ممکنه 50-50 نده. بله، من حالا سوالم هم اینه که اینا به این توافق رسیدن، فقط من سوالم اینه که این ما چه رابطه‌ای باید با بچه داشته باشیم وقتی ببینیمش، یا چه اثرایی ممکنه تو روحیه این بچه در آینده بذاره؟ اصلا چه اهمیت یعنی چه؟ مثل که شما بفرمایید اگر من تصادف کردم کجا ممکنه بشکن؟ اولا تصادف نکرد، ولی تصادف کردی خب میبینیم کجاتون شکسته، چه کار نمیتونید بکنید؟ الان همسر به دختر شما ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ بله ایرانی. نه خب خب اشتباه این کار. بله ایشون چرا دلش خواست 3 روز بچه رو برای چی کار کنه؟ خب من نمیدونم، شاید به خاطر که زیادی فکر میکرده که تنهاست و بچه، میگم اصلا آدم منطقی نیست که بشیلی باید صحبت کنیم بگیم خب آخ بابا این بچه 3 شب بیاد پلیتو بمونه برای چی؟ وقتی که میاد بچه رو میگیره بچه با ذوق میره پلو پدر و وقتی هم که بر میگرده که بیاد پلو مادر، یه خورده رفتارشش رو میده که از دست، به نظر من البته از دست مادر عصبانی شد رفته، اونجوری با ذوق شد نمیاد. ولی نمیدونیم که ما بعد که میاد پلومون باید در این مورد صحبت بکنیم باش یا باید عبدا. اصلا حق نداری رفی بزنی چه صحبت بکنی؟ مثل بچه ایست که رفته یه جای خونه دوستش اومده تموم شد، شما قرار نیست درگیر حرف و بحث و اونم با بچه 2 ساله. اصلا بچه بحث و گفتگو نیست، بچه اصلا حرفای شما رو نمیفهم. بچه رفته یه جا بعد اومده الان چون هم اصلا اینگه هم حرف میزنه خیلی میخواب موقع میگه که خونه بابا مثلا راجبه خونه باباش حرف میزنه یا خونه مامانش. شما بشنوید واقعا دخالت نکنید، برای که او رو تبدیل نکنید به یک کسی که نفهمه این حرفا که میزنه چی میشه. مثل هر حرف دیگه ای که میگه، رفتیم بستنی خوردیم، بعد رفتیم تو حیات دویدیم، باریکالله. یعنی اصلا موضوع مهم نشون ندید، قرار نمیسی هیچ کار غیرعادی بکنید.
هر دوی این پدر مادر چند سالشونه؟ حدود 40 سال. خب دختر شما چرا رفته ازدواجی کرده با آدمی که معقول و منطقی نیست؟ متاسفانه خودش همیشه میگه بزرگترین اشتباه زندگی رو کردم و نشناختم دیگه، میدونی خودش متوجه شده، ولی دیگه به هر حال حالا خوشبختانه با گذشت زمان نظرها و عقیده ها عوض میشه، بعدم ایشون میتونن با همسر سابقشون حرف بذارن که خیر و صلاح بچه اینکه یه جا باشه. بعدم اگر دلتون شما خواست من یه 4 ساعت یه صحبتی درباره خانواده تک همسری کردم، یعنی سینگل پرنت کردم به فارسی البته، 4 ساعت اون 4 ساعت رو بشنوید، فکر کنم 40-50 تا نکته گفتم که مواظب اون نکات باشید، هم برای شما به عنوان مادر بزرگ مهمه، هم برای مادرش هم برای پدرش، حتی اونو میتونید چه سی دی چه یو اس پیش تهیه کنید، 4 ساعت یه فرصت ویکند میشه شنیدش که حداقل یه مقدار اشتباه نکنیم، چون با اشتباه و این نوع اشتباه ویرانگر سر هم موضوع تقسیم اینکه کجا باشم همونجا صحبت کردم. نه خب این پدر قبول نمی کنه که من کاری ندارم که ایشون قبول میکنه. ببینید عزیز نه صبر کنید، آخه شما یه زمانی یک کسی میگید نه عقل داره نه فهم داره نه شعور داره نه اخلاق داره نه ما پدره، نه آخه کی جوری که نیست عزیز، آدم ها ممکنه فکر کنن درست، نه صبر کن، نه آدم ها ممکنه فکر کنن درستش اینه، ولی وقتی نظر دیگر بشنون نظرشون عوض کن. این یک. دوم، اگر رفتن به جنگ و جدال، خب حالا میخوان از بچه به عنوان اسلحه علیه هم استفاده کنن، بنابراین سلامت بچه مطرح نیست، مسئله بر و باخت ما مطرحه. به من بگید چه مدت اینا با هم آشنا بودن که ازدواج کردن؟ تقریبا 1 سال. خب اون که کافی بوده، بعد چه مدتی تو ازدواج با هم بوده؟ اونم 1 سال. خب به من بگید هر دو چه سنی دارن، دقیقا چه سنی دارن؟ هر دو حدود 40 سال. آقا حدود نداریم عزیز، ببینید همین حدودا 40 ساله و 41 ساله. حالا خب آخه چرا انقدر دیر ازدواج کرد؟ حالا دختر شما 38-39 سالگی وقت ازدواج کرد؟ بله 38-39 سالگی ازدواج کرد. هر دو چی خوندن، چه میکنن، رشته تحصیلی و کارشون چیه؟ هر دو فوق لیسانس دارن. آه تو چه رشته ای؟ میخوام شاید باز نکنم که مشخص کنه. هر دو فوق لیسانس دارن، تحصیل کردن، هر دو کار خوبی دارن. بسیار لطف. ولی متاسفانه من فقط نگرانی منه که این بچه معلوم. نه نه ببینید عزیز، نه نگران که پرو پدر میره نه، اون عزیز پرو مادرم میتونه آسیب ببینه. به هر حال شما با یه واقعیت تلخی روبروی، طلاق همیشه 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 بده، همیشه قسمت های از بدن آدم های درگیر رو از قطع میکنه، نه اینکه زخم میکنه که خوب بشه، قطع میکنه. ولی برخی از اوقات در مقام مقایسه با یه زندگی بد، طلاق چون کمتر بده، طلاق صلاحه، برای بچه آسیب زننده است. من الان بحثم درباره این حضانت بچه یا کاستدی بچه است که اشتباهه. اشتباه برای که بچه مال و اموال نیستی قسمت کنی. بعدم مردان اصولا آمادگی برای مواظبت و مراقبت ندارن، اونم یه مرد 40 ساله. من نمیدونم چرا میخواد بچهش 3 شب پلوش باشه که چی کار کنی. حالا شما من بگید واقعا اینو دلش میخواد یا از سر بازی و لجبازیه؟ هر دوش آقای دشتر. من این کاره، البته من میگم پدر خوبیه تا اوجه که ما میدونیم و دوست داره بچه رو خیلی زیاد. نه 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 حرفای عجب غریب نزنید عزیزم. عزیز من، آدم وقتی یک کسی رو دوست داره کاری میکنه که اون دوست داره، اگر بچه رو دوست داره کاری میکنه که صلاح بچه است. اصلا اساسی که شما به دادگاه های امریکا مراجعه کنید تنها فقط یک ملاک دارن، interest of the child، منفعت بچه چیه. خب شما من میگید یه پدر مادرم بچهشون دوست دارن، پس فقط باید به یه فکر باشن و اونم مصلحت و منفعت و صلاح بچه است. مصلحت و منفعت و صلاح بچه نصف کردن بچه نیست. دقیقا همین کارو دارن میکنن الان. خب پس چقدر هر دو دوست دارن، مبارک شما. خب مادر مجبور شده قبول کنه چون که به هر حال. آخه شما چرا رفتی تو دادگاه در موقع؟ من که میگم مادر مجبور نشده، خب میگم عزیز من شما درست 2 دقیقه هم چی فرمودید؟ فرمودید ما پدریست که بچهشو دوست داره، میگم دوست داره نباید این کارو بکنه. درست
خب تموم شد، بحثی نداریم. از نظر من اشتباه بعدم خوشبختانه از 100 تا پدر 95 تاش یه سال بعد میاد بچه رو میده به مادر خودشو خلاص میکنه. برای که این وضعیت که ادامه نمیتونه پیدا کنه. بعدم تازه مسائل دیگه مطرح میشه، روابطی مطرح میشه، همه اینا اوضاع رو به هم میریزه. داشتن یه بچه یه سال، دو سال، سه سال و مواظبت به مراقبت از او که کار ساده ای نیست عزیز. یه بچه تو این سن و سال شما با تمام اوقات فراغتتون بذارید برای مواظبت و مراقبت ازش. معنای یه چیزی هست که شما نمیتونید هیچ زندگی دیگه ای داشته باشید. و معمولا مردا این کارو نیستند. خیلی ممنون. همین میخواستم اینم ما بعد رفتار خاصی داشته باشیم. هیچ کاری قرار نیست کنه. عادی عادی معمولی معمولی مثل که زن و شوهر با هم. ولی لطفاً اون 4 ساعت رو شما هم بشنوید، چون حداقل گفتم باز جمله‌مو تکرار میکنم. ده ها اشتباهه که بچه رو میشکنه. یکیش همین تقسیمه. موارد دیگه هم صدقه دادن بدونه داره با بچه‌اش چیکار میکنه. بعدم همیشه من عرض کردم بزرگترین مسئله ازدواج چی عزیز؟ بزرگترین مسئله ازدواج اینه که من بچه‌ام رو که عزیزترین و بهترین موجودات زندگی و مهمترینن برای من رو با کسی شریک و سهیم میشم که اون میتونه بچه منو نابود کنه، من هیچ کاری نتونم بکنم. این اشکال ازدواج. و دقیقاً شما دارید گزارش اون رو به من میدید. من کاری ندارم حالا واقعیت چیه، ولی اگر پدر و مادر مصلحت بچه اساس کارشون نیست، یک. دو، خودخواهی و نادانی رو گذاشتن کنار، از علم و آگاهی و دوستی میخوان بهره بگیرن، بهتره با هم صحبت کنن، با یه روانشناس حرف بزنن، خیر و صلاح بچه رو اساس کار قرار بدن. فکر میکنم که به هر حال هر دوشون فکر میکنن خیر و صلاح بچه اینه که مادر فکر میکنه پلو خودش باشه، پدرم فکر میکنه که 50% رو باید داشته باشه و بچهش باشه. خب اشتباه میکنه عزیزم. مبنای ما که اینکه شما چه ادعا میکنید و چی درست میدونید نیست. منم میتونم فکر کنم فاصله لس آنجلس با تهران 5 دقیقه است. آخه ما دنیا رو که بر اساس باورها و اعتقادات ما نساختن. شما برز من توجه نکنید. مشکل مردم دنیا دو چیزه، خودخواهی، نادانی. اولا نادانن، بعدم خودخواه. خب بس بنابراین مبنا وقتی اونه دیگه صحبت از مهر و محبت و فوق لیسانس و اینا که نمیشه کرد. بله. اونم در خصوص بچه. به هر حال بذارید من شما بحثی که تو هوا هست و هیچیش مشخص نیست عرض کنم. جمله‌مو باز تکرار میکنم. امید من این است که دختر شما و همسر سابقشون خیر و صلاح بچه رو مبنا قرار بدن، نه بر اساس باور خودشون، اعتقاد خودشون، بلکه بر اساس آنچه که واقعیت علم، عقل، اخلاق، انسانیت. اون تعیین کننده است، نه اینکه من اینجوری فکر میکنم. اون در این گونه موارد که ما نه علمی داریم، بعدم تجربه که نداشتیم عزیز. هیچ کنم از این دوتا که هزار تا بچه رو نداشتن که طلاق داده باشن بگین از تجربیات گذشته استفاده کردیم. اولین بار ازدواج کردن و اولین بار یه بچه آوردن، هیچی، همه چیز براشون تازه و جدیده. بعدم به نظر میرسه که علم نیست، تجربه هم نیست. اینکه نمیدونیم هم مبنای کارشون نبوده که بریم بپرسیم ببینیم درستش چیه. بعدم حرف وکیلم که حرفیست که از یه طرف درستی از یه طرف نادرست. درستیش اینه که اگه به دادگاه بذارید معمولا این تقسیم اگر دو نفر بخوان یا یکی بخواد تقسیم 50-50 است. معمولا حرف درست نیست از اینکه پدر مادر توافق کنن دادگاه با این کاری نداره. بنابراین امیدوارم هرچی خیر و صلاح بچه هست اتفاق بیفته. شما فقط قرار است که با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبتتون سهم خودتون رو ایفا کنید و همین. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون حضرت. خواهش میکنم. تمنا میکنم. شنگ و لجبن بعد